سلام به همه عزیزان، وقت بخیر. خدا رو شکر من خوبم، امیدوارم شما هم خوب باشین. مرسی مرسی از محبت شما. ترکیه میگن کشتی تفریحی، ولی خب یکی از این قایقای ماهیگیری از رد خارج، مواظب باش. ولی بله، اگه ایتالیا آمدی میتونی همه جا بری. وضعیت کمپا شلوغه، اما شما نباید زیاد به دل بگیرین. به هر حال این دوران میگذره. وضعیت ویزا، خب ویزای کشورهای مثل هلند و آلمان و سوئد یه مقدار مشکله، اما ایتالیا آسون میده، یونان یه مقدار مشکل گرفته ولی باز میده. خبری هم که امشب میخواستم بهتون بدم همین بود که اگه بتونین ویزای ایتالیا رو بگیرین یا هر جور خودتون رو به ایتالیا برسونین، دیگه 3 روز پیش قانونش به ثبت رسیده، ایتالیا رو هم گذاشتن کنار یونان، یعنی هر کی از این دوتا کشور بیاد دوبلینش نمی کنن. من مونده بودم تا خبر کاملا قانونی بشه، ثبت بشه، 100% بشه که بهتون بدم. اینم 3 روز پیش تصویب کردن که کسی رو به ایتالیا بر نگردونن، چون ایتالیا خیلی پر شده و وضع اسفناکی داره برای پناهندگان. اکثرا میرن تو خرابه ها میخوابن، خاطر همین ایتالیا رو دیگه بر نمیگردونن. شما هر نحوی از ایتالیا بیاین به طرف کشور بهتر، حق ندارن شما رو برگردونن. وقتی حق دوبلین ندارن، یعنی پرونده رو خودشون قبول میکنن و رسیدگی میکنن. البته احتمالاً یه مقدار این اوائل اذیت میکنن، هی میگن که آره دوبلین تو داریم در میاریم فلان، ولی دروغه، همچین چیزی صحت نداره. چون چند وقت پیش یکی از دوستا به من پیام داد، گفت که ما رو گفتن که شما باید صبر کنین تا دوبلینتون در بیاد. گفتم بی خیال باش، دوبلین در نمیاد. بله، قانون دوبلین فقط برای ایتالیا و یونان اجرا نمیشه، عزیزان یه هول نشین. فقط ایتالیا و یونان دوبلینش اجرا نمیشه. نیازی نیست 6 ماه صبر کنین، سیاه زندگی کنین. اگه ویزای ایتالیا دارین اومدین اینجا یا یونان، میتونین خودتون رو معرفی کنین و بر نمیگردونن. خب این اواخر ایتالیا خیلی راحت ویزا میداد، وقتی که الان این قانون به ثبت رسیده احتمالاً اتحادیه اروپا اینا رو تحت فشار میذارن که تو وقتی نمیتونی پناهنده بگیری ویزا هم نده. اگه ویزا بدی ما به درد سر میفتیم، یعنی کشورهای دیگه به درد سر میفتن و ایتالیا هم احتمالاً سیاستشو عوض میکنه و ویزا رو مشکل میگیره، مثل یونان. یونان اون اوائل هی میداد، بعدش جلوشو گرفتن. وقتی شما از کشور اروپایی میخواین تقاضای ویزا بدین، ازتون میپرسن تو اون فرم شما قبلا از جایی تقاضای ویزا داده بودین، ریجکت شدین، اینو باید جواب بدین. اگه جواب ندین خودشون در میاد میارن، یعنی شما وقتی تقاضای ویزا میدین ریجکت میشین، این قبل از اون انگشت نگاریش و در میاد. احتمالاً اگه ریجکت شما در بیاد اونا هم خودشون هم ریجکت میکنن، یا حالا دیگه خیلی نشه باشن که اشتباه کنن و دوباره بهتون بدن. البته باید شانستون امتحان کنیم، من نمیگم اصلا نرین دنبالش، شانس رو امتحان کنین، احتمال داره نادیده بگیرن و بدن.
خب آلمان داره وقت میخره عزیزم، گفت اول باید وضعیت دوبلینتون مشخص بشه. میگم که 3 روز پیش پارلمان اروپا اینو دیگه به ثبت رسونده که فعلا دوبلین ایتالیا اجرا نخواهد شد و کشورها حق ندارن این کارو بکنن. به خاطر همین میگم دیگه اذیت میکنن، اوایل هی اذیت میکنن، چون اینجوری میگن وقت بگیرن و شما هم دیگه نتونین اعتراض بکنین، بگین آقا ما منتظر اون دوبلین شما هستیم. وکیلش کمکی نمیکنه، وکیل فقط بهتون میگه مثلا اینو اینجوری نگی بهتره، ولی خودش برات کیس تو درست نمیکنه. ببینین هلند تمام کاراشو انداخته به گردن VFS. VFS تو چند تا کشورها هست، اینا به همون روالی که تو ایران هست عمل میکنن، یعنی همه مدارک رو ازتون میخواد. شما تو هر کشوری هستی خودتون خونه داشته باشین، تمکن مالی داشته باشین، اون شرایطی که برای ایران هست ارائه بدین تا بتونین ویزا بگیرین. حالا شما لاتاری برنده شدین یا نه؟ من نمیتونم، من تا حالا نشیدم که یکی تو هلند باشه لاتاری آمریکا رو بخره. اگه اونجوری باشه بله، باید برین سفارت سوال کنین. ببینین عزیزم چجوری میفهمن شما دروغ میگین؟ اینا همه رو که صحبت، هر کی که میره پیششون صحبت میکنه همه رو میذارن تو کانال دروغ، ولی چون نمیتونن ثابت کنن دیگه باید قبول کنن. ولی همه رو به چشم یه دروغگو نگاه میکنن، میگه دروغ میگه، اومده اینجا میخواد اینجا بمونه، داره یه چیزایی میبافه. اما اگه نتونن ثابت کنن دروغ شما رو باید قبول کنن. حالا چجوری یکی دروغ میگه؟ وقتی یکی میگه من سیاسی هستم به خاطر این فرار کردم اومدم اینجا، بعد باهاش صحبت میکنن میبینن اصلا این از سیاست هیچ چی بلد نیست، صحبت کردن رو بلد نیست، کلماتی پیش پا افتاده استفاده میکنه. خب اینا نماینگر یه شخص خیلی عادیه، اصلا با سیاست کاری نداره، ولی اومده میگه من سیاست مدارم. اینا رو میفهمن. البته سیاست مداره وقتی صحبتشون میکنیم سیاست مداره قدیم، نه الان مثلا دوتا کلاس سواد دارم ولی ریش گذاشتن میشن سیاست مدار، اونا رو به حساب سیاست مدار نزنین. شما وقتی میگن که شما خودتون رو میخواییم معرفی کنین، تلفن همراه نداشته باشین، برای کسایی هست که زمینی اومدن، کسی زمینی اومده هلند مثلا چند تا کشور رو رد کرده اومده، اون وقتی تلفنشو میده اینا از تلفنش اون از جی پی اسش 6 ماه گذشته رو در میارن و اون موقع است که بهتون میگن آقا شما مثلا از یونان اومدی اتریش، از اتریش رفتی نمیدونم آلمان، از آلمان رفتی بلژیک، از فرانسه اینور اونور، بعد اومدی هلند، تو این همه کشورهای امن بود، چرا اونجا تازه پناهندگی ندادی؟ که شما رو معلق میذارن، زیر سوال میبرن. به خاطر همین میگن تلفن همراه نبرین، چون تو جی پی اسش معلومه شما چند تا کشور بودین. ولی اگه هوایی بیاین دیگه هیچی، دیگه این دیگه ساده است. شما مثلا جی پی اس تهران رو نشون داد، یهو از تهران اومدی هلند، دیگه این مشکلی نداره تلفن داشته باشی یا نداشته باشی. دقیق چه اتفاق رخ میده بهتون میگن که شما 2 هفته یا 3 هفته فرصت دارین کشور رو ترک کنین، تا این مدت میتونین تو کمپ بمونین، ولی خب شما تو این 2-3 هفته باید یه جایی برای خودت پیدا کنی و قبل از اینکه این 3 هفته تموم بشه بری یه جایی سیاه زندگی کنی، بعد از 6-7 ماه دوباره خودتو معرفی کنی، دوباره پرونده جدید برای خود باز کنی و ادامه راه. و معمولا دومین بار یه کیس خوب درست کنی
دومین بار خیلی سریع هم جواب میدن، چون میگن که این از اینجا رفتنی نیست بابا جون، اینا هر چی ما بگیم این میره دوباره از یه در دیگه میاد داخل. خانم شما اینجا هستین با بچه هات، آقات بیاد اینجا میتونه به شما ملحق بشه، هیچ مشکلی نیست، فقط باید بگه شما کجا هستین، کدوم کمپ هستین، اینا پروسه رو دنبال میکنن میفرستن پیش شما. شما اگه کارگر هستی میتونی همین الان هم کار کنی، ولی اگه بخوای سفید کار کنی باید هزینه کمپ رو بدی. سفید زمانی میتونی کار کنی که بهت به اصطلاح ایرانی بگم یعنی شماره مالیاتی بهت بدن. آره میشه ازدواج شد. البته ازدواج که میکنی شما 3 سال زیر دامن با اون کسی هستی که ازدواج کردی، اگه براش بامبول بازی در بیاری میتونن خیلی راحت، یعنی ایشون میتونه تقاضا بده شما رو دوباره برگردونه. ازدواج میری مزار یه ملا میاد شما رو عقد میکنه، ازدواج دیگه برونت برم. ازدواج تو شهرداری انجام میشه. شما ایشون تقاضا میدن میایین ازدواج، همینجا ازدواج میرین تو شهرداری ازدواج میکنین. بعد از ازدواج شما حتما اجازه کار دارین، البته خوبم هست اگه کار کنی خیلی سریعتر جا میفتی اینجا. وقتی شما کار میکنین مالیات میدین شما میتونین تقاضای اقامت بکنین. بله نه عزیزم، هر پناهندهی اجازه داره فقط تو یکی از کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی بده، ولی با اگه بره به دومی هم تقاضا بده دیگه اصلا خدا به دادش برسه، خیلی اذیتش میکنن، انقدر نگرش میدارن که خسته بشه. الان یکی هست چندین سال تو بلژیک، این آقا فکر کرده خیلی زرنگه، بلژیک جواب رد گرفت رفت آلمان، اونجا جواب رد گرفت دوباره برگشت بلژیک، هی این ور هی اون ور، همینجور تو بلژیک آویزون مونده، حتی بهش کمپ هم نمیدن، میگن پره. آره الان دولت داره به هر دری میزنه که اون سناریوی سال گذشته تکرار نشه که مردم بیرون بخوان. چطور میشه سیاه زندگی کرد؟ تا دلت بخواد اینجا دارن سیاه زندگی میکنن، از ایرانی و غیر ایرانی تو شهرهای بزرگ خونه میگیرن، کار سیاه پیدا میکنن، همونجا کار میکنن، حتی ماشین دارن، سن انگار نه انگار. 60 بارم که اروپا اومده باشی نیزم باز باید مدارکت کامل باشه، وگرنه نه نمیدن. میخواد بره ویزا بگیره تو اون فرم نوشته شده که آیا شما فامیل دارین تو اروپا، آشنا دارین تو اروپا، باید بنویسین. خواهرم اونجاست. شما وقتی هم اسم خواهرت هستی عزیزم وقتی ننویسی اسمش در میاد میگه این دروغ گفته، همین اول دروغ گفته. شما بیاین از سوئیس تو هلند، اگه تقاضای پناهندگی بدین شما رو برمیگردونن سوئیس، دوبلینتون میکنن. اما اگه اینجا ازدواج بکنی و سب به سب برسونی دیگه موندگار شدی. اگه توی کشور دیگه خونه داشته باشم باز باید مالیاتشو بدم، اینجا هلند بدم، هم اونجا بیدم هم اینجا میدم. همه جای هلند امنه، اما اگه کسی بچه داره بهتره که تو شهرهای کوچیک زندگی کنه، چون بچه‌ها خیلی سریع بزرگ میشن و بچه‌های ایرانی به خصوص فوری فکر میکنن که دیگه اینجا کشور آزاد ما، همه کار میتونیم بکنیم و مثلا خط پدر مادر رو نمیخونن. من شاهد این قضیه هستم. البته بسته به پدر مادرم داره چجوری بچه رو آموزش بده، آمادش کنه،
ولی باز شهرهای بزرگ اثر میذاره رو بچه ها. اما اگه بچه نداری خودتی یا دو نفرین یا تنهایی، شهرهای بزرگ خیلی عالیه، خسته نمیشی، همیشه سرت گرمه. اما اگه متأهلی میخوای زندگی آرام داشته باشی، بهتره که شهرهای بزرگ رو زیاد دنبالش نری. این پیش ویزای با ویزای مجارستان بیای عزیزم برمیگردونن مجارستان. 100% باید ترجمه بشه برای الحاق خانواده. پدر باید اقنامه رو ترجمه کنه، شناسنامه رو ترجمه کنه، همه ترجمه شده آماده داشته باشه، وگرنه طول میکشه. اینجا برین هتل، میتونیم برین هتل، اما اگه قصد پناهندگی داری باید ظرف 72 ساعت خودتو معرفی کنی. اگه 72 ساعت گذشت باید جوابگو بشی، چرا زودتر نیومدی، چی کار داشتی میکردی، کجا بودی. باز قبولی بهتون نمیدن عزیزم، پاسپورت نمیدن، فقط یه دفترچه مسافرتی بهتون میدن، اونم پولش میدین میخرین در اصل، ولی اون پاسپورت نیست. اینجوری شده، شما باید یه دورانی بگذرونین، بعد از اون دوره برید تقاضای اقامت دائم بکنین، بعد اون کارت اقامت دائمی که گرفتی، البته بگذریم از اون امتحان زبان، باید قبول بشی، اینا رو همه رو باید داشته باشی، این زبانت رو قبول شده باشی و کارت اقامت دائم داشته باشی، بعد میدی تقاضای ملیت میدی، اگه قبول شد دعوتت میکنن شهرداری، میری ملیت رو میگیری، بعدا یه پولی دیگه دوباره میدی، پاسپورت میگیری. نونخونه درست کردن، اینجوری بهتون بگم، برای کارت اقامت دائم باید کلی پول بدی، بالای 600-700 یورو. بعد برای تقاضای ملیت باید نزدیک به 1000 تا بدی، بعد از اون دوباره 100 خورده پول پاسپورت بدی. این پروسه تا از بعد از 5 سال شروع میشه دیگه. آره، حقوق آشپز نمیدونم، من آشپزی نکردم، ولی حقوق پایه اینجا 2000 تا است دیگه، 1800 2000 تا، بستگی به سن داره. اینجا با سن حقوق میدن، مثلا یکی زیر 18 است ساعتی 3 تا 4 یورو بهش میدن، خیلی دیگه توپ بهش پول بدن 5 یورو ساعتی. بعد وقتی 18 سال میشه یه مقدار بیشتر میشه، بعد وقتی 23 سال که رسید میره تو گروه بزرگسالان، حقوقش بزرگسالی میشه، میشه همون 1700-800 یورو. بعد هی هر سال روحش میاد. اما آشپز وقتی یه آشپز خوب باشه دیگه استارتش همون 2000 تا هست. من یکی از دوستای نزدیکم هم جواب رد گرفت، بعدا رفت 6 ماه بعد اومد خودشو معرفی کرد، ولی 6 ماه دومی رو دیگه 20 روزه بهش جواب دادن. آره، و ایشون جواب که گرفتن با همون وکیل تقاضا، به همون وکیل تقاضا دادن که کمک کنه دخترش هم بیاره، دخترش هم آورد الحاق گرفت. اینجا بارونی آکواریوم من اینجوری آب صدا میده. امروز اتفاقا هوا خیلی عالی بود. دوستی یا هر چی شما داشته باشین عزیزم، وقتی اومدی تقاضای پناهندگی دادی دیگه تمومه، دیگه تمومه. بله، دو ماه اخیر توریستی ویزا شده. بله، اکثرا هم از ایتالیا ویزا گرفتن اومدن. الان البته 4 روز پیش قرار بود که تصویب کنن این قانون دوبلین ایتالیا رو، اجرا نکنن، ولی من موندم تا کاملا تصویب بشه این لایو رو بذارم. ولی 27 یعنی 3 روز قبل تصویب کردن که ایتالیا دیگه دوبلین نداره. اینی که من این لایو رو گذاشتم، اونایی که الان مثلا دارن سیاه زندگی میکنن از ایتالیا اومدن، یا اینکه
رفتن خودشون رو معرفی کردن دلهوره دارن، دیگه دلهوره بی دلهوره تموم شد، شما موندگار شدین اینجا. خب نه شما ناراحت بچه هاتون نباشین، وقتی منفی میگیرین اصلا اینجوری نیست که اونا بیان فوری بچه ها رو از مدرسه در بیارن. بچه ها حتی اونایی که از منفی آخری هم گرفتن که میگن که شما باید اینجا رو ترک کنین، میرن سیاه زندگی میکنن، باز همونجا که دارن سیاه زندگی میکنن میتونن بچه هاشون رو بفرستن مدرسه، اصلا مشکلی نیست. اونایی که دارن سیاه زندگی میکنن حتی یه سازمانایی هست که اینا رو بیمه میکنه، بیمه مجانی میکنه، سرویس میده بهشون. اینجا کشوری هست که هیچکی رو سر هیچکی بدون کلاه نمیمونه. حتی اونایی که دارن سیاه زندگی میکنن ناراحت این نباشین که مثلا تو هلند ما منفی شدیم باید کمپ رو ترک کنیم دیگه اسیر میشیم و نمیدونم فلان. نه اگه زرنگ باشی یه اتاق برای خود پیدا میکنی، میری یه کار پاره وقت پیدا میکنی یا حالا تمام وقت پیدا میکنی، باید زرنگ باشی دنبالش بری پولی در بیاری، هم بتونی کرایه خونت رو بدی، هم شکمت رو سیر کنی، حالا اونجوری تجملاتی هم نباشه زندگی، مهم نیست. 6 ماه بالاخره دووم بیاری، در طول این مدت دنبال وکیل بگردی، میتونی خودتو بیمه بکنی، مجانی هم هست اون سازمان، حتی اسمت هم به کسی نمیگه، مخفیه، اما به سرویس رو میده، بچه ها میتونن مدرسه برن. از این بابت خیالتون راحت باشه. امیدوارم که یه همچین قوانینی تو ایران وضع بشه، امیدوارم یه روزی ایران اینجوری بشه، همه چی سازمان داشته باشه. بعدی نه حالا هر چی همین دولتی که هست، همین سیستمی که هست، عقلش سر جاش بیاد، یکم کارهای خوب کشورهای اروپایی رو نگاه کنه، نه همش کارهای که ضرر بزنه. مثلا میگه اروپا داره مالیات میگیره ما هم باید بگیریم. آقا اروپا مالیات میگیره، مالیات تقسیم میکنه بین مردم، رفاه میده به مردم. من ماشین میخرم، تا اون ماشین رو چندین سال دارم تا اون رو نفروشم لازم نیست جلو بندیش رو عوض کنم، ولی من اگه با همین ماشین توی ایران یک ماه این ور اون ور برم باید جلو بندیش رو عوض کنم، کلی هزینه رو دستم میذاره، ولی اون مالیات من اینجا میدم، خیابونم مثل شیشه است، اون مالیات میدم، محل دوچرخه سواری داره، خیابوناش جداست، خیالم راحته که بچه‌م داره با دوچرخه میره مدرسه، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. مالیات میدم، تحصیل بچه‌م اصلا به من اثر نمیزنه، یعنی هیچ مشکلی برام پیش نمیاره. الان دخترم دانشجوی داره توی کشور دیگه زندگی میکنه، اونجا داره درس میخونه، هزینه‌شو اینا دادن، اونجا هم دارم بهش میدن. یعنی مالیات رو ما میدیم، حالا اونا فقط اینو یاد میگیرن از کشورهای اروپایی، آقا شما تو کشورهای اروپایی مالیات میدیم باید اینجا هم بدیم. آره کشور اروپایی مثلا هلند هیچ چیز منابع طبیعی چی نداره، ولی با همین مالیات داره همه رو میچرخونه، ولی ایران منابع طبیعیش تا دلت بخواد هست، اصلا اون نیاز به مالیات نداره. اینا رو بفهمن، اصلا نیازی نیست عوض بشه یا یکی دیگه بیاد اونم تا جیبش پر بشه، ما همینیم، هر کی میاد اول جیب خودش رو پر میکنه، نیازی نیست حالا عوض بشه چه بهتر، عوض هم نشه خودشون سیستمشون رو عوض کنن اونم خوبه. یعنی بگن آقا هلند همه بیمه، همه یکسان بیمه میدن، حالا یکی جوون استفاده مالی نمیکنه از بیمه، از هزینه اون، از پول اون به یکی دیگه ما سرویس میدیم، اینجوری باشه. ما رو به خدا میسپارم، ساعت خوبی داشته باشین، روزای بهتر رو آرزو میکنم براتون،
انشالله که ایران هم درست میشه، نگران نباشید. شبتون بخیر، تا لایوی بعد شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.